دورودی دیگر خدمت تمام همیهنان عزیز و آزادی خواهم در اولین برنامه خبری امروز با مهمترین نوین خبری در خدمت شما هستیم با ما همراه باشید افزایش هشدارها برای چالش جدید پایتخت شهر به حال خود رها شده حکومت آخر و زمانی خامنه ای برای تضمین موجودیت نظام بمب اتم می خواهد. اما قبل از مشروع این اخبار از شما یاران کانال میخوایم همین الان ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم. افزایش هشدارها برای چالش جدید پایتخت شهر به حال خود رها شده رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران روز جمعه 21 مرداد به ماه با اشاره به 14 نقطه خطر آفرین و, و مستعد زلزله در پایتخت تاکید کرد زلزله احتمالی در تهران در هر سطحی که باشد یک حادثه ملی خواهد بود علی نصیری در اختتامیه کنفرانس بین المللی زلزل شنسی و مهندسی زلزله از موازیکاری در حوزه مدیریت بحران و مقابله با حوادث طبیعی انتقاد کرد و گفت همه اقدامات ما در حوزه مدیریت بحران نیازمند تمرکز در تصمیم گیری و هماهنگی های بین بخشی است اما مهمترین چالش ما همین موازیکاری هاست برخی کارها به وسیله چند دستگاه انجام می شود به گونه ای که گاهی اوقات اقداماتشان همدیگر را نقض می کند و گاهی اوقات هم یک سری کارها در در کل بر زمین میماند او همچنین به تشریح آسیب هایی پرداخت که در زمان وقوع زلزله های بزرگ در شهرها به وجود می آیند و گفت تا رسیدن به نقطه ایدال برای آمادگی در برابر حوادث طبیعی فاصله زیادی داریم. این در حالی است که مرداد ماه سال گذشته علیرضا ساکانی شهردار تهران به نقل از یک استاد زمین شناسی مدعی شده بود در سه هزار سال گذشته در شهر تهران زلزله نیابده، سپس نتیجه گرفته بود که به هم همین دلیل باید امیدوار بود که گسل های تهران فعال نشوند. سخنانی که با واکنش گسترده در شبکه های اجتماعی و رسانه های داخل ایران مواجه شد و منتقدان با اشاره به سخنان پروفسور بهرام عکاشه پدر علم زمین شنسی ایران که وقوع زلزله در تهران را حتمی ویرانگر و فاجعه بار خوانده بود زاکانی را به سهل در ایمنسازی سازی ساختمان های تهران و نادیده گرفتن تبعات وقوع زلزله های سنگین در پایتخت متهم کردند پیش بینی زلزله بلند مدت بله هست چون چندین بار منطقه ایران و بگی منطقه تهران نابود شده است مستند داریم ما پس بایستی بگیم که این واقعه تکرار خواهد شد وقتی که بیش از هشتاد درصد سطح کشور ما زلزله خیز هست پس زلزله خواهد آمد تهران یک روزی نابود خواهد شد من به این ایمان دارم خدایی نکرده این نیست که من بگم که کسی پیش زلزل به پیشمینی زلزله به مفهوم زمانیش نیست ولی خیل. بشر نتونست زلزله را کوتام مدت منظورم به ساعت و به هفته و به ماه و به حتی به سال بگی که برای مثال امیر منصوری رئیس پژوهشکده نظر و استاد شهرسازی دانشگاه تهران در گفتگو با روزنامه شرق در مورد آدیه خطر زلزله هشدار داده و گفته بود تهران برای نجات از زلزله هولناک زمان زیادی ندارد گسل های تهران تقریبا هر 150 سال یک بار فعال می شوند و از آخرین زلزله بزرگ تهران حدود 120 سال می گذرد با این حال واقعیات زلزله تهران از سوی متولیان پنهان کاری یا تحریف می شود و این مسئله خطر زلزله بزرگ را روز به روز به تهران نزدیک و نزدیک تر می کند. به گفته منصوری 55 درصد جمعیت تهران در خانه های ناپایدار زندگی می کنند که با احتساب جمعیت تهران نزدیک به 5 میلیون تهرانی در معرض خطرات زلزله احتمالی هند. این پژوهشگر دانشگاه تاکید کرد حتی اگر تنها مساحت 45 کیلومتر مربع بافت فرسوده تهران را در نظر بگیریم باز هم جان حداقل یک میلیون نفر در خطر است استاد شهرسازی دانشگاه تهران معتقد است یک زلزله به بزرگی شش ریشتر بیش از نیمی از جمعیت تهران را در مرز آسیب جدی قرار میدهد از سوی دیگر و به باور برخی از زمین شناسان در ایران مانند مهدی زاره استاد پژوهشگاه زلزله شناسی زمین لرزه هفتم فروردین سال 1209 که دماوند و بخشای از شمیرانات را تقریبا ویران کرد و جان بیش از 500 نفر را گرفت در پی جنبیدن یکی از گسلهای تهران به نام گسل مشارخ داد او گفت در دههای اخیر به دلیل ساخت و سازهای بی روی این گسل و تراکم جمعیت این منطقه احتمال فعال شدن مجدد آن وجود دارد که اگر چنین چیزی رخ دهد فاجعه‌ای جبران ناپذیر را به جا خواهد گذاشت مهدی زاره احتمال فعال شدن آتشفشان دماوند را نیز مطرح کرد و سپس در پاسخ به ادعای زاکانی گفت حداقل 100 مقاله متنوع با موضوع بررسی گسلهای تهران طی 50 سال اخیر در نشریات تخصصی و معتبر منتشر شده است اینکه اصل موضوع را زیر سوال ببریم آن هم وقتی سابقه علمی 50 ساله دارد کار ناسوابی است مسعود مجرب استاد زلزله شناسی هم در گفتگو با روزنامه جامعه جمع از احتمال فعال شدن آتشفشان دماوند با توجه به جوان آن خبر داد و گفت که درباره زمان دقیقا نمی توان سار نظر کرد مگر اینکه مانند دیگر کشورها در ایران هم با استفاده از تجهیزات و فناوری ژوشیمی شرایط را بررسی کنند. این استاد زلزله شناسی با تاکید بر اینکه اسکان جمعیت در اطراف دماوند خطر فعال شدن آن را بیشتر می کند افسود وقوع زلزله های متعدد در کسل مشا یادآور این نکته خواهد بود که در این منطقه از کف دره تا ستان بالا آمدگی های با ارتفاع حدود 60 تا 70 متر دیده می شود که نشان می دهد این منطقه در طول تاریخ شاهد زمین لرزه هایی بوده و تحت تاثیر آنها اختلاف سطح حدود 70 متر ایجاد şede حکومت آخر و زمانی خامنه ای برای تضمین موجودیت نظام بمب اتم می خواهد. تنش با اسرائیل و ادامه غنیسازی اورانیوم توسط تهران آژانس بین المللی انرژی اتمی را به عنوان بازوی سازمان ملل برای کنترل تسلیحات ای تحت فشار شدید قرار داده است. رافل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هشتم ماه می برابر با 18 مردی بهشت ماه در یک کنفرانس خبری که پس از بازگشت او از تهران در وی برگزار شد تاکید کرده وضعیت کنونی در مورد پرونده هسته ایران اصلا رضایت بخش نیست This is something I said uh, in a press conference in, in Isfahan today. We have to be moving on. The present state is completely uh, unsatisfactory, unsatisfactory for me. We have almost at an impasse where nothing is moving apart from the normal traditional um, set of inspections under CSA, uh, and this needs to change. گروسی قبل از سفر به تهران هشدار داده بود که جمهوری اسلامی برای ساخت سه بمب اتم اورانیوم غنی شده کافی با درجه غلظت نزدیک به سطح درجه تسلیحاتی در اختیار دارد مخفی کاری های گسترده جمهوری اسلامی وقتی بیشتر نگران کننده می شود که مقامات حکومت همزمان با افزایش بحران های داخلی و بین المللی رژیم خیلی بیشتر از گذشته روی احتمال ساخت بمب اتم مانور میدهند کمال خرازی مشاور علی خامنه و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در مصاحبه با شبکی الجزیره که چهارشنبه هشتم ماه می برابر با 19 مردیبهشت ماه منتشر شد تهدید کرد در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی دکترین هسته خود را تغییر می دهیم. این اظهار نظر نشان می دهد مقام های جمهوری اسلامی دستیابی به بمب اتم را تضمین بقای نظام می دانند. خامنه ای 21 خرداد 1402 در جمع مدیران و کارکنان برنامه اتمی جمهوری اسلامی با طرح این پرسش که چرا غربی ها به فعالیت های اتمی ایرانیان گیر دادند گفت ما روی مبنای اسلامی ما نمیخواهیم طرف سلاح هسته ای برویم و الا اگر این نبود جلویش را نمی توانستند بگیرند همچنان که جلوی پیشرفت های هسته ما را تا الان نتوانستند بگیرند 20 سال ما چالش داریم چالش هسته ما را 20 ساله چرا این چالش رو دشمنان ایجاد کردن چرا انقدر گیر میدن مگر تلاش هسته ای در دنیا فقط ما داریم میکنیم البته اونا میگن از سلاح هسته ای میترسن دروغ میگن میدانند که ما دنبال سلاح هسته ای نیستیم ما رو از مبنای اسلامیمون نمیخوایم طرف سلاح بریم ولی اگر این نبود و میخواستیم بریم جلوش نمیدونستن بگیرن همچنان که جلو به پیشرفت های ما رو تا الان نتونستن بگیرن و نخواهند توانست بگیرن اگر میخواستیم سلاح هسته ای درست کنیم میکردیم اونا میدونن این رو پس بحانه سلاح هسته ای دروغه این نیست این یه چیز دیگه ای مطرحه اونا میدانن که حرکت در صنعت هسته ای در واقع در حکم کلید برای پیشرفت‌های علمی در بخش‌های متعدد کشور برخی تحلیلگران میگویند برای جمهوری اسلامی ساخت بمب اتم دیگر سخت نیست و آنچه باقی مانده مختصات نهاییان یعنی سوار کردن روی کلاهک و رونمایی از آن است در این میان محمد اسلامی وقتی رو در رو با گروسی قرار میگیرد اختلافات با آژانس را به گردن بدخواهان میاندازد که از تعاملات ایران با آژانس ناخرسند هستند او اسرائیل را متهم به سیاه و استفاده از ادبیات مخرب میکند و در نهایت از همکاری سازند با آژانس صحبت می کند اما وقتی گروسی نیست میگوید آژانس بین المللی فقط مزاحمت دارد در تمام دو سه دهه اخیر مقام های جمهوری اسلامی با استناد بر فتوای علی خامنه ای مبنی بر حرام بودن ساخت بمب اتم مدعی فعالیت های هستهای هسته ای بودند اما جریان های پرنفوذ رو نمایی از بمب اتم را نسخه نجات بخش جمهوری اسلامی می دانند در محافل آنها این موضوع مطرح است که فتوای حرام بودن بمب اتم برای اسلام استفاده از آن است و با استناد به آیات قرآن میگویند داشتن بمب اتم برای نجات نظام لازم است و در مقابل دشمنان بازدارنده است به نظر میرسد بعید نیست آخر و زمانی ها که به خامنه این توهم را خوراندند که علاوه بر ولی امر مسلمین جهان گویا موسا پیامبر یهودیان نیز هست و موشکهای سپاه اسای موسا هستند و قدرت معجزه دارند او را به سمت تغییر فتوای حرام بودن بمب اتم سوق رویدادی که نه فقط برای اسرائیل منطقه بلکه برای کل جهان بسیار خطرناک است همراهان و یاران عزیز به پایان این برنامه خبری تحلیلی از کانال کیوسک رسیدیم فراموش نکنید دیدگاه شما در ارتباط با این اخبار یاری رسان تیم تحریریه کیوسک پس با نوشتن دیدگاهتون و همچنین لایک کردن این ویدیو از تیم خبری کیوسک حمایت کنید